درود بر شما دوستای گرامی، حالتون چطوره؟ خوبین؟ سلامتین؟ چه خبر؟ ما رو نمی‌بینین؟ خوش می‌گذره؟ خب خدا رو شکر ان شاءالله که همیشه بهتون خوش بگذره، اصلا ما سر به نیست بشیم، تیکه تیکه بشیم ان شاءالله که به شما خوش بگذره. عرض کنم که در ارتباط با مشکلی که این روزا خیلی از ما باهاش طرف هستیم، اونم در کار با تنسنت گیمینگ بادی هستش. یعنی خیلی از دوستان میان می‌خوان بازی کنن، مثلا موزشون اینجوری باید خشت خشت بکشن 6 دفعه این بار که این کاراکترشون تازه برگرده، مثلا اینجوری نگاه کنه عقب ببینه کسی داره مثلا تیر میزنه یا نه. و خلاصه تنظیمات موسو کیبورد تو تنسینگ بادی خیلی رو مسکه اذیت میکنه و لذا نیچوکو تصمیم گرفت که بیاد یک ویدیو درست کنه و تنظیمات خودش رو نشون بده، بگه که داداش بیا این کارو من کردم، شما هم این کارو بکنید. حالا این تنظیمات بر چه منوال هستن؟ یک، تنظیمات من همونطور که می‌بینید تو بیسیک، من تو تنسینگ بادی اولی ایم اسیست رو گذاشتم روی اینیبل که چه کار میکنه ایم اسیست. نوشته enable for easier aim، یکم هدفگیریتون رو آسون تر میکنه، باید امتحان کنید تا متوجه بشید و بذارید فعال باشه. این دومی هم فعال، اولی bolt action rifle and crosshair بلا 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 رو بذارید رو تب بمونه، shotgun firing mode هم بذارید رو تب بمونه، یعنی وقتی که اینجوری کلیک میکنی شلیک کنه، نه اینکه وقتی کلیک و ول کنی شلیک کنه. میدونی مثلا بعضی میخوان اینجوری شلیک کنی بعد پشیمون میشی، موسو نگه میداری بعد اون لحظه که میخوای شلیک کنه ولش میکنه. اگه سلیقتون اینه میتونید بذارتش رو این، ولی خب من پیشنهادم رو تبه. پیک اند فایر که در واقع برای یعنی کج و مج نگاه کردن است، اگر اینو ندارید به خاطر اینکه این احتمالاً رو دیسیبل هستش، دیسیبل، اینو حتما روی اینیبل بذارید تا براتون فعال بشه. پیک ان اوپن اسکوپ میگه آیا وقتی میخواید پیک کنید همزمان اسکوپتون هم باز بشه، که خیلی چیز بیخود و مسخره ایه به نظر من، بذارید روی دیسیبل باشه. لین موو، لین موو چیه؟ گفت تپ د باتن تو پیک، خب میگه اینجوری بزن که پیک کنه، هولد د باتن تو پیک ان ایم ریلیز تو کنسل. اینو میگه وقتی میخوام پیک کنم چیکار کنم؟ پیک که میکنم آیا با یک کلیک مثلا کیو رو میزنید بره تو پیک بمونه، دوباره کیو رو بزنید بیاد بیرون، یا نه میخواید هولد کنید کیو رو که نگر میدارید پیک بمونه تا زمانی که ورش میدارید، یا میکس یه دونه بزنید اینجوری میمونه اما اگه نگر دارید ول کنید دوباره میاد. که من پیشنهادم اینه که رو هولد باشه دیگه، نهایتا در بدترین حالت روی میکس، رو تپ نذارید که خیلی ناویسه. ناویس همون نوبه. حالا انقدر گفتید نوب، اصلا نوب کلمه خیلی قشنگیه، نوب یعنی تازه کار، ولی انقدر دیگه الان همه هی میگن نوب نوب نوب، انگارش فوشه، مثلا انگار داری فوش میدی هرچی که نوب. حالا که مثلا واقعا هر کسی هر بازی رو میخواد بره شروع کنه برای اولین بار، به قول معروف نوب دیگه، ولی انگار یه جوری شده الان ما میگیم نوب، نوب 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 تازه کار، یعنی تازه با این بازی آشنا شده. حالا ما میگیم ناویس، رو ناویس رو مثلا پاپ جی پی سی بجای نوب بشه ناویس، ما میگیم ناویس که مثلا بعضی نورد بشه. خلاصه اگه میخواید ناویس بازی در نیارید تب نذارید. اسکوپ مود هم بذارید رو هولد طبق معمول، یعنی وقتی میخواد بره تو اسکوپ اینجوری هولد کنید، این برای موقعیه که البته کلیک راستتون رو ایمینگتون رو اون حالت بذارید و وقتی ول میکنید بیاد بیرون. اگر هم نه دوست دارید یک کلیک راست بره تو اینجوری تو ایم بکنیدش تب، اگه نه میخواید با کلیک راست رو زوم بمونه وقتی کلیک راست رو ول میکنید بیاد بیرون، بذارید رو هولد. میکس هم که هم میکس میشه ترکیب این دو، یعنی یک کلیک بکنید میره تو زوم، دوباره یک کلیک کنید میاد بیرون، دارم میکس رو میگم ها، ولی اگر نگه دارید میره تو اسکوپ ول کنید میره بیرون، یعنی ترکیب هر دو. دیسپلی لفت ساید فایر باتن میگه آیا میخواید دو اون دیدید تو پاپچی دو تا فایر داریم، یکیش چپ یکی راست، فرقم با هم دارن، تو چپی یا راستش مطمئن نیستم جاشونه، تو یکیشون وقتی تیر میزنی نمیتونی انگشتم مثلا داری تیر میزنی انگشتم اینور اونور روش نگهداری، نمیتونی اینجوری اینجوری اینور اونور نگاه کنی، ثابت میزنه مثلا به درد اسنایپ میخوره. تو یکیشون ولی نه، وقتی انگشت رو تیر نگهداری میتونی اینور اونور هم نگاه کنی، به خاطر همین میتونید بذاری رو اولویز آن بمونه، حالا اشکالی هم نداره. قسمت بعدی ژیروسکوپه که بذارید رو کلوز بمونه، ژیروسکوپتون رو بذارید رو کلوز بمونه بهتره. اوتو اوپن دورز خب قطعا اینیبل درار اتوماتیک وا کنه، پلی ایموج ایمو، ایموت آف. اینو بذار رو اینیبل بمونه. قسمت هیلینگ پروموت هم بذار رو اینیبل. اینا رو ببینید دیگه توضیح نمیخوام بدم، چون دارم فکر کنم اگه هی دارم همینجوری که توضیح میدم دارم فکر کنم اگه اینا رو بخوام توضیح بدم چقدر طول میکشه. جام کلایمب هم روی کلایمب بمونه و دمیج افکت هم رو رد بمونه. میتونید بذار رو گرین اون خون کاراکتر که میزنه بیرون قرمز یا سبز دیگه واسه خودتون داره. فرست پرسن پرسپکتیو ویو کامرا رو بذار رو 90، این یکی از اون حرکتاست که مربوط به موسه. و allow other to see your result میگه دوست دارید بقیه نتایج شما رو ببینن تو بازی، اگه دوست ندارید اینیبل کنید بقیه نمیتونن بفهمن شما چند تا کشتی چند تا چیز کردید.
شو اوتفیت هم اگر دوست داشتید بقیه ببینن رو بذارید روی این و الو اگه میخواید دیدید بعضی موقع بازی میکنید برای دوستاتون مثلا یه پلی میاد میتونید برید اسپکتش کنید اگر دوست داشته باشید میتونید اینو بذارید روی دیسیبل که کسی نتونه بازی شما رو اسپکت کنه. الو اسپکتر تو ویو تایر انفورمیشن میتونید آیا اطلاعات هم این اسپکترها اطلاعاتتون هم ببینه میتونید بذارید نه مثلا دوتاشون رو بذارید دیسیبل آقا مثلا نمیخوام ببینه. شو رویال پاس انفورمیشن میخواد رویال پاس انفورمیشن اطلاعاتشو ببینید میتونید بذارید آره میتونید بذارید نه مثلا نه. ایرپلین فینیش آوتپوت این رویال پاس پلین آره نه مثلا من میذارم آقا شما نیدونید. اسپان آیلند برادکست اسپان آیلند برادکست اسپان همونی که دوباره زنده میشید آیلند برادکست اینجا نمیدونم منظورش چیه خودش رو دیسیبل بذارید جوام دیسیبل هم بمونه. شو آدر پلیر کمپینی یاره بذارید نشون بده شو اون کامپیتیشن تی پی پی آره شو یور اون کمپیون اف پی پی چلا خب دو تاشون آره بذار باش. چینج کانتری ریجن نه نمیخواد چینج کنید برای من رو جرمنی حالا رو هر کشوری که میخواد باشه باشه. گرافیکم چیه گرافیکمو گذاشتم رو کامپیوتر من حالا چون قویه گذاشتم HDR Extreme ولی کلیلن برای اینکه انمی ها رو خوب ببینید پیشنهاد من Smooth Extreme Colorful Smooth Extreme Colorful این دوتا هم اینیبل باشه که بتونید در واقع بازیتون رو با حالشون بده. Brightness هم میتونید بذارید رو 100 میتونید بذارید رو 100 و مثلا 30-40 که یکم روشندتر بشه. این دوتا هم رو نورمال و اینیبل میرید تو قسمت Control. تو قسمت کنترل همونطور که میبینید من دکمه هم همه مثلا دیفالت هستش یعنی اینا همه سر جاشونه و اینجا روی این اگر کلیک کنید حالا تو تنسنت نشون نمیده روی تنسنت نمیدونم اینجا نشون میده اینا من کیبوردو بیارم نه ولی تنسنت اگر برید اون قسمت کیبوردو فعال کنید روی اینا دکمه ها رو نشون میده سعی کنید روی این اسکو وی رو فعال کنید مثلا دکمه وی رو بکنید برای هدف گرفتن که به قول معروف وقتی ببخشید برای تغییر اسکوپ یعنی وقتی با اسکوپ تغییر بدیم مثلا دو تا اسکوپ دارید وی رو بزنید اسکوپاتون رو تغییر بده و سریع انجام بده. اینا هم که میبینید همینجوری تنظیم جاهاشون هم زیاد تغییر ندادم و دستم نمیزنم. قسمت سنسیویتی ها که مهمترین قسمته همونطور که میبینید فرست پرسن کامرا 100 کامرا 100 فرست پرسن کامرا 70 از اینجا به بعد شروع میشه. اولی دقیقا که تو کامرا ثرد پرسن نو اسکوپ 20% فرست پرسن نو اسکوپ 65% رد دات هولوگرافیک ایم 20% دو اسکوپ 15 اینو میتونید بچه ویدیو رو پاوز کنید و تنظیم یا اسکرین شات بگیرید از این صفحه و برید توی پابجی موبایلتون انجام بدید. همونطور که میبینید تو قسمت تو قسمت ادز یا همون ایم در واقع هدف قرار گرفتن فرست پرسن 20 35 20 17 11 8 5 4 و اینا همه هم قسمت آخر جیروسکوپ هم همه رو گذاشتم روی 1%. خب پس یه بار از اول ببینید 100 70 20 65 اینا اسکرین شات بگیرید میگم بهتر اسکرین شات بگیرید بذارید من یه بار آروم بیام اینجا یه اسکرین شات بگیرید آفرین از اینجا یه اسکرین شات بگیرید آفرین او این 1% بود و این آخری هم که 1% اسکرین شات نمیخوام. پیکاپ هم همونطور که میبینید اینا تنظیمات جدیده و من اصلا بهشون دست نزدم همه اینا اینیبله و اینا همه رو میتونید خودتون دستکاری کنید اگه دوست داشتید که من به هیچ کدوم دست نزدم میتونید همین تنظیمات من هم انجام بدونم روش فکر کنم برای شما هم همین باشه ولی خب حالا یه اسکرین شات اینم یه اسکرین شات و میتونید اینا همه رو میگم برای هر اسلحه ولش کنید خیلی اصلا اینا رو ول کنید اینا دست نزنید اینا رو بذارید باشه. اسکوپ همونطور که میبینید اینجا من تغییر ندادم بهترین رنگ همین رنگ متضاد سبز چون تو پابجی رنگ سبز رو زیاد داره میتونید بذارید رو این سفید شاید با آسمون ترکیب بشه اینجوری بذارید حتما دیده بشه. اینیبل اسکوپ سویچ کویک اسکوپ سویچ هم فعال باشه که اون ویری که بهتون گفتم ویه بود اون کار کنه. آدیو هم که من موزیک متن رو قطعا قطع کردم بقیه سر جاشه. میکروفون هم که یادتون باشه اینجا باید فعال باشه تو بازی و لنگویج هم که انگلیش. این بود تنظیمات پابجیه من بقیهش خیلی فکر کنم مهمترینش همین سنسیویتی بود که برای بچه ها که موسشون رو سعی کنن با این تنظیم کنن که به قول معروف تو بازی اذیت نشن. ای بابا این چند بود تکون خورد حالا نمیدونم چند بود یک بود دیگه. آره درود بر شما امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه و استفاده کرده باشید و بتونید به تنظیمات تنسنت بادیتون رو انجام بدید ولی پیشنهاد من اینه که باز اگر دوست نداشتید اینا رو برید توی قسمت ترینینگ یا اون تمرینات
و اونجا برید تنظیماتتون رو یواش یواش انجام بدید. مثلا برید توی همون فرست پرسن تو کامرا مثلا موستون اینور اونور کنید ببینید سرعتش چقدر باشه بهتره. یه ذره وقت بذارید خودتون تنظیماتتون رو پیدا کنید و اسکرین شات ازش بگیرید داشته باشه، چون پس فردا تنسنتتون رو می‌خواد ریسیت کنید اینا و تنظیمات نداری تو میگید ای وای من تنظیماتم کو و بیچاره بدبختو ملعون میشید. درود بر شما. یادتون نره یوتیوب منو سابسکرایب کنید، اون زنگولش هم بزنید، اینا همه جای حمایته. میتونید هم نزنید، میتونید هم بگید برو بابا و ویدیو رو هم برای دوستاتون بفرستید. این بهترین حمایت از نیچوکوه. درود بر شما تا ویدیوی بعدی که در ارتباط با پابجی هم هست. دوباره شما دوستان رو به پابجی بزرگ میسپارم. مثلا جی جی خوش بگذره. آقا من این معادل جی جی هم میخواستم یه سی بگم، فارسی دیدم پیدا نمیشه. مثلا جی جی یعنی گود گیم، بعد مثلا میگم خوب بود، بازی خوبی بود، میشد بازی خوب. بخب مثلا بگم بازی تمام میشه بخ، بازی خوب، بازی خوبی بود، بخب آقا، بخب بخب. بعد از هر بازی میتونید به من بگید بخب، یعنی جی جی. دمتون گرم و مرسی که نگاه کردین. تا ویدیو بعدی.